خبرنگار از مامرزاشا میپرسه فکر میکنید جوانان آینده چطور به دوران پادشاهی شما نگاه خواهند کرد؟ 37 سال پادشاهی شما. شاه پاسخ میده: حقیقت و واقعیت تاریخ برای همیشه پنهان نخواهد ماند. این غیر ممکن است. حقیقت روزی آشکار خواهد شد. در هر مورد دیر یا زود حقیقت آشکار می شود. خبرنگار میگه فکر میکنید 50 سال دیگه ایرانیان شما رو چگونه قضاوت خواهند کرد؟ شاه میگه 50 سال، امیدوارم خیلی زودتر این اتفاق بیفته. خبرنگار میگه فکر میکنید بعد از گذشت مدتی مردم ایران چه قضاوتی درباره شما خواهند داشت؟ شاه میگه خب اگر تاریخ را بخوانند میبینند که من چه کردم، پدرم چه کرد و ایران کجا بود، ما به کجا رسیدیم. نگی که من فریده دیبا هستم ها. گفتم چرا؟ میگفت فحش ما میدن، اذیتمون میکنن. خود شرمولی هم اینو میگه. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر هم مثلا نامه مینوشتن اسم فامیلشون رو نمینوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه میدیدن، چم پیاده رو عوض میکردن که با به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است، بخشنده است و مهربان. ای دوش بیا، ای دوش بیا، تا غم فردا نخوری. این یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دل کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. فردا که از این دل کهن درگذریم، روزی دو که مهلت است میخور می ناب، که این عمر دو روز بر نگردد. دریاب، دانی که جهان رو به خرابی دارد، تو نیز شب و روز زمی باش خراب. دوستان مهربان، با درود فراوان و مهر بسیار، ناکرده گناه در جهان کیسه بندیست، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مقابات دهی، من بد کنم و تو بد مقابات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو، پس فرق میان من و تو چیست بگو. ناکرده گناه در جهان کیست بگو.
حاصلت از دور جوانینه، هنگام گل و مل است و یاران سرمد، خوش باش دمی که زنده دانینه، خوش باش دمی که زنده دانینه. ایزد چو گل وجود ما می آراست، دانست ز فعل ما چه برخواهد خواست، بی حکمش نیست هر گناهی که مراست، پس سوختن روز قیامت ز کجاست؟ جام طرب باده گلرنگ خوش است، با نغمه عود و ناله چنگ خوش است، زاهد که خبر ندارد از جام شراب، دور از بر ما هزار فرسنگ خوش است. دریاب که از روح جدا خواهی رفت، در پرده اسرار خدا خواهی رفت، خوش باش ندانی ز کجا آمده ای، می نوش ندانی به کجا خواهی رفت. ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر غنیمت شماری، این یک دم عمر را غنیمت شماری، فردا که از این دیر فنا در گذری، فردا که از این دیر فنا در گذری، با هفت هزار سالگان سر به سری، با هفت هزار سالگان سر به سری. ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، این قافله عمر عجب می‌گذرد، این قافله عمر عجب می‌گذرد، عجب می‌گذرد. خواستم تشکر کنم از محبت و عشقی که تمام هموطنان لیلا به او نشون دادن، به یاد او بودن، تمام هموطنانی که در خارج از ایران و به خصوص اونایی که در داخل هستن، از گوشه و کنار دنیا، از نامه هایی که فرستادید، از پیغام هایی که فرستادید تشکر می کنم. لیلا دختری بود عاشق پدرش، عاشق مملکتش، دختری با دل رحم، حساس، ولی با یک اخلاق و شخصیت قوی، مهربون، از خود گذشته، به یاد میهنش همیشه بود. در این لحظه تنها چیزی که دارم اینی که بگم جوانان ما، جوانان ایرانی، به خصوص جوانایی که در داخل مملکت هستین، روحیه خودتونو قوی نگه دارین. این و لیلا، روح لیلا از اون بالا مثل یک فرشته نگهبان شماست. و الان پیش پدرش تنها آرزوی هم اینه که روزی خودش و پدرش
امانت سپرده شدن اینجا در خاک پاک ایران باشن. خدا حافظ و نگهبان تمام جوانان ایرانی باشه. اون چیزیست که من از خدا برای همه شما میخوام. این گلو میخواستم از طرف لیلا برای تمام جوانهایی که در ایران عمر خودشون رو از دست دادن، اونهایی که شاید قبرشون نام و نشان هم نداره، این از طرف لیلا برای همشون. عمرت چه 200 بود، چه 300، چه 1000، زین کهن سرای برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدای بازار، این هر دو به یک نرخ بود. از عبستان از دارم خواهش میکنم چیز بشه که بعد با سرود ایران برنامه رو درستان بشه. گل رفت و شد پیراهنم چاک از جفای خارها، دردا که از رنج و مهن آزرده می بینم وطن. کرسی نشینان در طرب، آزاد مردان در تعب، خون شد دل آزادگان از بس که این غارتگران در خون مشتی ناتوان بردن فرو منقارها. درود به روان گل گلزار تاریخ کهن و 7000 ساله آریایی لیلا پهلوی. مهربان یاران عزیز، وقت کمه، میخوام چند تا خبری که تا حالا نشنیدی رو بهتون بگم. در آستانه قرن 21، در سال 2001، سه حمله بزرگ به سه تمدن بزرگ شد. دو تا برج‌های دوقلو رو در نیویورک زدن، یک آزاد در افغانستان کشتن، احمد شاه مسعود که به آریایی بودنش و ایرانی بودنش افتخار میکرد و میگفت من به قدرت برسم افغانستان میشه سرزمین آریا، و یک نازنین رعنای دیگه لیلا پهلوی. لیلای عزیز سه روز پیش از این که کشته بشه به پزشکش اقبال، یک پاکستانی در لندن مراجعه میکنه. گوشه چشمش سیاه بوده، گوشه چشمش سیاه بوده. امروز فقط پرسش ها رو من برای شما مطرح میکنم، پاسخ ها رو میذارم برای هنگامه دیگر. چند روز قبل از اینکه چشمش سیاه باشه، آقای مارتینز، سرور هتلی که لیلای عزیز در اونجا اقامت داشته، سر و صدا میشنوه تا میره که مستر کی رو بیاره در و کنه. روی تختش در اتاق سویتش افتاده و دور گلوش سیم تلفن پیچیده شده، یعنی تانتاتیو دست از سینا، و ایشون تا رفته کلیدو بیاره حالا گریختن. اینا پرسشه. آقای اقبال که پاکستانی است و تلفنی میگه چند بار نسخه‌ای رو به پرنسس لیلا داده، پلیس انگلستان مشکوک میشه، بارها از ایشون بازجویی میکنه، اطلاعات دقیق نمیده، به گونه ای که اون شورای پزشکی که جریان رو دنبال میکردن کاراگاه خصوصی استخدام میکنن، کاراگاه خصوصی استخدام میکنن که این کاراگاه بره از این آقای دکتر اقبال پاکستانی تحقیق کنه. میبینن ایشون از 18 ماه می تا 6 ماه ژوئن، یعنی 4 روز پیش از کشته شدنش، 5 تا نسخه صادر کرده، هر دفعه بین 100 تا 200 تا قرص های آرامش بخش. این مشکوکه، این قضیه، این قضیه مشکوکه. چرا؟ چون همیشه وقت میخواین شخصیت برجسته به بزرگ پور، این گلیه، گل آقای گلی پور تاکید خوبی داشت، میخواین ما رو بجون هم بدازن، سالا بیندازن، میان میگن فلانی گفت بالا چش تو ابرو، حالا تو نگفتی ها، میگن میخواین یکی رو ناغونش کنن. نزدیک کسرا وفاداری رو شما میشناسید، اینجا کشتنش، توسط یکی از فامیلش کشتن، شاهپور بختیار توسط نزدیکش، کوروش آریامنش، سیهونی که جیهونی که قاتل را آورد. یعنی همیشه سعی میکنن که برای اینکه توطئه رو مخدوش کنن یه میزانسنایی، یه کارگردانی هایی بکنن. این کارگردانی باطل رو کرده بودن که بگن پرنسس لیلا قرص 200-300 تا مصرف میکرد. بر اساس گفته خود پزشکان انگلیس که اقبال رو مورد بازجویی قرار دادن،
گفتن ماکسیمم ایشون میتونسته روزی دو تا قرص آرام بخش بده. من که لیلا بهتون میگم نه قرص آرام بخش میخواد دیگه. و این حرفا همه دروغ بود در رابطه با لیلای عزیز مطرح شده بود. لیلا ورزشکار بود، میدونید که ایشون ادبیات تطبیقی را فقط به خاطر این خونده بود که فرهنگ کهن ایرانی آریایی رو بهتر بشناسه و به دنیا بشناسونه. ادبیات تطبیقی من خودم لبنان که بودم درس میخوندم هر چی میدیدم میدم اه ما این حوصله تو فارسی استفاده میکنیم اون کلمه به این فکر افتادم که ریشیابی فرهنگ و تمدن میخونه، مثل گوته که میگیم گوته حافظ شناس بوده، این فرهنگ تطبیقی، مثل آیین میترا که غرب رو گرفته. کسی که اینقدر علاقمند به فرهنگ و کهن آریایی ایرانی بوده، مولوی رو میخوند، حافظ رو حفظ بود، سرگرمی های فرهنگی و ادبی لیلای عزیز. خب این آقای اقبال میگه 5 تا از نسخه های منو امضا شده دزدیدن. آخه پزشک داریم اینجا، یه پزشک میتونه بیاد گواهی بده که نسخه امضا بکنی تو رو میزد باشه همین تو دروغه و دروغهای دیگه. من نمیخوام وقتتون زیاد بگیرم، بیشتر در این مورد صحبت میکنم چون 17 سال از رفت گلناز و گلنازنین ما مهربانیار لیلای عزیز گذشت. از گلی پور عزیزم سپاسگزارم، از دیگه از همه شما عزیزان. یه دوست عزیز داریم به نام ناصر جاهدی از استانبول اومده، میدونم خیلیاتون از جای زیاد اومدین و از امریکا اومدن، از کشورهای دیگه اروپایی اومدن، از همه مهربانیاتون سپاسگزار هستیم. و یادتون نره پایان این نظام قلم خورده، رضا شاه روح شاد ایران رو گرفته و خواهد گرفت و به زودی دیدار ما در ایران خواهد بود و بردن عزیزان ما به ایران و شهبانو فرح پهلوی رو در استادیوم 100,000 نفره آریامهر ازش استقبال میکنیم. سپاسگزار، مهرتون هستم. دوستان در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. الان در خدمت آقای دکتر هست. یه وقت عزیزانی که از آلمان تشریف آوردن و امروز اومدن به خاطر لیلای عزیزمان در کنار شد روان شاد زنده باد خانواده محترم پهلوی. آقای دکتر خیلی ممنون، از شامپانی یه ذره بریز. آقای دکتر من در خدمت شما و خانومتون هستم، میخواستم تشکر کنم از اینکه تشریف آوردید. بفرمایید که نظرتون چی بود؟ بسیار عالی، من سپاسگزار هستم. ببینید از شما نازنین که همه برنامه حضور دارید و عشق و علاقه خودتون رو به شهبانوی عزیز خاندان پهلوی میرسونید، سپاسگزار هستم. از همه عزیزانم که از نقاط مختلف اروپا و حتی امریکا دیدم اومدن، سپاسگزاری میکنم بیاد لیلا. و همین خاطر لیلا که جاودان هست و روانش برای همیشه برای ما زنده است و یک گلیست که همیشه خوشبوست، امروز نیست شادمان هست چون با ماست و من میگم به شادی روان لیلای عزیزم. عزیزم خیلی متشکرم. آقای آخری قلیپور عزیز، مخلصم عزیزم، ما از شما باید چجوری تشکر کنیم؟ من مخلصم، من مخلص همه ایرانی هستم. در صورت قدمت همیشه برای چشم ما هستش، همیشه شاداب باشید. خیلی ممنون. اینم خانواده های دکتر هستن، اینم پسر گلیشون هستن که بای بای بکن. آی بحب بحب جناب آی بختیار اصلا خیلی با حاله، اصلا اینکی که زده مثل معمول. حالتون خوبه؟ چطور شده امروز اومدین اینجا خانم؟ من همیشه ارادت دارم به خاندان پهلوی و دوست دارم، چون لیلا پهلوی همسن پسر منم بود. دقیقا. خب میتونم سوال کنم برای چی تشریف آوردید؟ من اینکه صاحب خونه اینجا اخراقی من اینه که در من میدونم شما هر سال تشریف میارید اینجا، خیلی از شما ممنونیم، از برگزار کننده ها و شما عزیزان که تشریف میارید. این امید آزادی ایران، جاوید شاهنشاه و شهبانو فرح پهلوی عزیز دل ما. من ضمن تشکرش
از صمیم قلب مثل یه مادر عزیز دوست دارم و شبانه روز برای شهبانو عزیز داد ایران و ایرانی هر جا هست همه وطن پرست ها و همه خود اینجا متوجه نمیشم یه فکر میکنم وظیفه هر ایرانیه که توی همچین مراسمی عنوان قلب صدق یعنی شما نزدیک توالش هستید نه؟ توالش قربون ببخشید معذرت میخوام سوادکوی هستید ببخشید من قاطی کردم مازندران رو بچید معذرت سوادکو آلاش مدت آلاش تولد علاحضرت ولی قبلش در خود سوادکو هم متاسفانه فعالیت های جماهیر شوروی زیاد بود و در همون موقع علاحضرت که بیاد خیلی از شما متشکرم. آخر نفری که با ما صحبت میکنن جناب آقای بختیار هستن. آقای بختیار سپاسگزارم و از اینکه امروز اومدیم در این مراسم یادبود لیلای عزیز شاهدخت لیلای پهلوی و امیدوارم همه ساله به همین صورت با همین شکوه و عظمت این مجلس برپا باشه. خیلی متشکرم. صدا بکنم من خیلی خوشحالم که امروز اومدم چون یکی از علاقمندان خاص خانواده محترم پهلوی شهبانوی عزیز علازد داداشای دوم و لیلای عزیزی